چند وقت پیش خبردار شدیم که یه فستیوالی توی شهر کوچیک والمز در شرق جمهوری چک برگزار میشه، اما با گروه‌های موسیقی خیلی خوب. اینطوری شد که اینجوری ناگهانی زدیم به جاده، از دشت و دمن و کوهستان رد شدیم تا رسیدیم به محل برگزاری فستیوال. اتفاقی که امروز میفته، ساعت 5 مارکت گلوبا برنده جایزه اسکار چند سال پیش، خواننده و هنرمند اهل جمهوری چک. میریم با همگی ببینیم که چه خبر. اینجا محل برگزاری 30 فستیوال فولک راک والاشسکه است. البته 4 تا گروه موسیقی چکی توش اجرا داشتن، اما من رفتم سراغ مارکتا ایگلوبا، کسی که جدا از شهرتش به خاطر جایزه اسکار به موسیقی ایرانی هم علاقه‌منده. شانس این رو هم داشتم که بعد از اجرا باهاش یه گپ دوستانه داشته باشم. بکنم از آخرین باری که اومدم چک 2 سالی میگذره. خیلی وقت بود که اینجا اجرا نکرده بودم. آخرین باری که اینجا اجرا داشتی کی بود؟ راستش یادم نمیاد. قرار بود که سال پیش توی همین فستیوال کنسرت اجرا کنم. همه چیزم داشت خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه یهو فهمیدم حاملم. کنسرتم هم کنسل شد. قبل از اون اجرایی که کنسل شد، 5 سال پیش با آیدا اینجا اجرا داشتم. قبل از اونم 10 یا 11 سال پیش بود که با دوستم گلن که اهل ایرلنده اینجا اجرا داشتیم. منم به عنوان یک هنرمند مهمان با گلن یه اجرای کوچیک انجام دادم. کار کردن با ایرانی ها چطوره؟ با هر ایرانی که تا حالا آشنا شدم به نظرم فوق‌العاده بودند. خیلی آدم های صمیمی و شوخ طبعی هستند. همراهی و گشتن با ایرانی ها واقعا حال من خوب میکنه. من حتی بهت بگم آشپزی ایرانی رو هم دوست دارم و غذاهای ایرانی به نظرم واقعا خوشمزه. کدوم غذای ایرانی رو دوست داری حالا؟ فسنجون. من خیلی فسنجون دوست دارم. قرمه سبزی. قرمه سبزی هم به نظرم خیلی عالیه. یه غذا هم هست، یه برنج با یه سبزی. سبزی پلو؟ یس. آره دقیقاً سبزی پلو. کدومشو بلدی بپزی حالا؟ همه‌شون رو بلدم. کلی تمرین آشپزی ایرانی کردم و یاد من واقعا آیدا شاه قاسمی رو دوست دارم. خیلی خوب ما دوتا با هم جفت و جور شدیم، هم به عنوان موزیسین و هنرمند هم به عنوان دوست. آیدا منو برد به کنسرت شجریان که چند وقت پیش اومده بود به نیویورک برای اجرا. اون تجربه برای من فوق‌العاده بود. واقعا از خود بی خود شده بودم. فکر میکنم من یه ارتباط درونی خاصی با ایرانی ها دارم. حتی بعضی وقتا به سرم میزنه که مبادا من تو زندگی قبلیم توی ایران زندگی میکردم. اجرای خیلی خوبی بود. من صداشو واقعا دوست داشتم، هم صدای خودش هم کسانی که باش میخوندن.
خیلی تجربه خوبی بود. من حدود 8 سال پیش اجراشو دیده بودم بعد از موفقیتش با فیلم وانس. آره خیلی خوبه که دوباره برگشته اینجا. مارک تو جایزه اسکار گرفتی و به قول خودت به یکی از آرزوات رسیدی، اما بعد از اون انگار دوست نداشتی مشهورتر بشی با اینکه شانسشو داشتی یه سوپر استار بشی. چی تو ذهنت میگذره؟ ببین راستش من خیلی دنبال جلب توجه نبودم چون هدف خاصی نداشتم و فقط دنبال این بودم که موسیقی اجرا بکنم و فقط فکرم با موسیقی بود. فکر میکنم یه جوری موسیقی انگار منو پیدا کرد و منم دوست دارم که با کارم و با موسیقیم به قلب مردم نزدیکتر بشم، یک ارتباط احساسی با مردم ایجاد کنم. به نظرم جدا از نژاد، زبان یا دین، موسیقی میتونه همه آدم ها رو به هم نزدیکتر کنه و اینکه من وقتی یک کاری با روحیم جور باشه و ببینم که غالباً این کار رو دوستش دارم انجامش میدم، وگرنه خیلی راحت ممکنه که بگم نه و این ممکنه برای خیلی جالب باشه، ولی من این نه رو با خیال راحت میگم به تمام اون چیزایی که با اخلاق و رفتار و کردار من جور در نمیان. خب مرسی از اینکه بعد از اجرات با ما وقت گذروندی. ما منتظر آلبوم جدید و قرمه سبزی هستیم. حتما میام و برات قرمه سبزی میپزم.